در این بخش که کار داوری بر عهده آنان است با دقت لازم به این امر توجه نمایند که حقوق افراد نادیده گرفته نشود. رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس ایران. حدود یک ماه مانده به انتخابات، رئیس جمهوری و رئیس مجلس بر سر رد صلاحیت ها با شورای نگهبان رودرو شدند. از مهمانان برنامه می‌پرسیم که انتخابات در شرایط امروز ایران چقدر موضوعیت دارد. همچنین در برنامه امشب، تلاش جهانی برای پایان دادن به 9 سال جنگ داخلی در لیبی. آیا نشست برلین مقدمه توافق طرف‌های درگیر و حامیانشان خواهد بود؟ دومین شب درگیری معترضان و نیروهای امنیتی در بیروت. سعد حریری خواهان تشکیل هرچه سریع‌تر دولت جدید شد. سرباز آمریکایی در این حمله آسیب ندیده، اما ارتش آمریکا در بیانیه گفته که 11 تا از سربازان رو به خاطر آسیب ملایم مغزی به بیمارستان‌های خارج از عراق فرستادن. این هم این سوال رو ایجاد کرد که آیا آمریکایی‌ها می‌خواستن پنهانکاری کنن؟ و گزارش اختصاصی ما از پایگاه عین الاسد در عراق. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک ماه و سه روز تا انتخابات مجلس در ایران باقی مانده. مجلس 11 در فضایی از فشارهای کمرشکن خارجی و نارضایتی‌های پرهزینه داخلی. آنچه از این انتخابات به گوش می‌رسد رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی است. نامزدهایی که نشان دادند با نگاه سیاسی هسته سخت قدرت در ایران اندکی فاصله دارند. در یک حرکت، نهادهای تصمیم گیرنده و ناظر 90 نماینده فعلی مجلس را رد صلاحیت کردند، رقمی نزدیک به 1/3 کل نمایندگان را. البته گفته می شود که ممکن است 30 نفر از آنها با پادرمیانی های عمدتاً پشت پرده به فهرست نامزدها برگردند. بعضی طیف‌های سیاسی که همیشه در انتخابات شرکت می‌کردند حالا یا از تحریم حرف می‌زنند یا می‌گویند نامزد معرفی نخواهند کرد. با این وصف این انتخابات چقدر رقابتی است؟ آیا حکومت از برگزاری یک انتخابات کم رونق آنچه که می‌خواهد را به دست می‌آورد؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از فرین آسمی. رکورد شورای نگهبان در رد صلاحیت نمایندگان مجلس. 90 نفر از نمایندگانی که برای دور جدید ثبت نام کرده بودند از نظر این نهاد صلاحیت نمایندگی را ندارند. اصلاح طلبان سهم بیشتری در این رد صلاحیت ها دارند. از مجموع 81 اصلاح طلب شاخص در ایران 50 نفر رد صلاحیت شدند و از 65 اصولگرای شاخص هم 4 نفر. یعنی ملت رو رد صلاحیت میخواد بگوین اینجا رد صلاحیت؟ رد صلاحیت نمی‌کنیم، صلاحیتشو تایید نمی‌کنید. آها، مشکل حل شد. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید این نهاد برای اعلام جزئیات رد صلاحیت‌ها ممنوعیت قانونی دارد، اما رد صلاحیت‌ها بر اساس اصلاح طلب یا اصولگرا بودن کاندیداها را رد کرده است. خب بیشترش عرض کردم جرم مالی و اقتصادی و سوء استفاده مالی و اینها بوده که به خودشون هم اعلام شده است. داریم. علی لاریجانی رئیس مجلس اما میگوید نامه‌های ارسال شده هیئت نظارت به نمایندگان به بندهایی اشاره دارد که اقتصادی نیستند و اگر شورای نگهبان درباره نمایندگان مطالبی داشت باید در طول این 4 سال اعلام می‌کرد. بنده از اعضای فقهای محترم شورای نگهبان و حقوقدانان ارزشمند آن درخواست میکنم در این بخش که کار داوری بر عهده آنان است با دقت لازم به این امر توجه نمایند که حقوق افراد نادیده گرفته نشود. علی مطهری نایب رئیس مجلس که به دلیل نداشتن التزام عملی به نظام رد صلاحیت شده گفته ممکن است مقصود از نداشتن التزام اظهار نظر برخلاف نظر رسمی نظام باشد که این مسئله به گفته او اشکالی ندارد و در اظهار نظر و آزادی بیان نباید بسته شود. محمود صادقی از دیگر نمایندگان است که رد صلاحیت شده. یک جناح آنقدر کاندیداهایش زیاد است که بر سر بستن لیست به اختلاف خوردند. یک جناح آنقدر کاندیداهایش رد شدند که در اکثر حوزه ها امکان دادن لیست ندارد. چه انتخابات باشکوهی خواهد بود این انتخابات؟ از چند جناح 1700 رد صلاحیت های گسترده مخالفت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را هم در پی داشت. اینکه انتخابات نمیشه که مثل اینکه شما توی یه مغازه از یک جنسی
2000 تا بذارید دیگه، آقا تنوع 2000 آقا این یه جنسه، اون مرشی تنوع میخوان مردم. تو میدان انتخابات بذارید همه احزاب شرکت کنن، همه گروه ها شرکت کنن، ضرر نمی کنید شما، با یک جناح نمیشه کشور رو اداره کرد. مسئله ای که سخنگوی شورای نگهبان از آن انتقاد کرد. جنجال برای تایید افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رئیس جمهور در این پروژه ضد ملی تأسف بار است. داماد حسن روحانی برای نامزدی انتخابات مجلس ثبت نام کرده بود، اما صلاحیتش تایید نشد. روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری ایران واکنش آقای کدخدایی را شتاب زده و نسنجیده خوانده، اما روابط عمومی شورای نگهبان در بیانیه‌ای گفته سخنان حسن روحانی نشانه بی‌اطلاعی او از روند بررسی صلاحیت هاست. و یه وقتی مقام معظم رهبری به من آقای روحانی در دی ماه 94 هم در کنفرانس خبری از رد صلاحیت ها انتقاد کرده بود. رد صلاحیت نماینده های کنونی برای شرکت در انتخابات مجلس 11 نزدیک به 3 برابر دوره گذشته است. در انتخابات مجلس 10 از بین نمایندگان مجلس 9 تنها 37 نفر صلاحیتشان برای شرکت در انتخابات سال 94 تایید نشده بود. شیراز شلیک نیروی انتظامی. انتخابات مجلس در حالی قرار است برگزار شود که بعد از اعتراض‌های آبان ماه و همچنین اعتراض‌ها بعد از اعتراف سپاه به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، حتی بعضی از چهره‌هایی که همچنان بر اصلاح حکومت جمهوری اسلامی از طریق شرکت در انتخابات تاکید می‌کردند، می‌گویند در انتخابات پیش روی مجلس شرکت نخواهند کرد. فرین آسمی، BBC. مهدی خزعلی، نویسنده و دبیرکل جبهه آزادی از تهران با ما هستند. آقای خزعلی معتقدند انتخابات یک فرصت است و از هر فرصتی هم باید برای مبارزه مدنی بهره گرفت. همینطور حجت کلاشی فعال سیاسی با ما هستند. آقای کلاشی معتقدند انتخابات در سیستم استبدادی فعلی در جمهوری اسلامی راهکاری سنجیده نیست و قدم زدن در یک اتاق تاریکه. سوال اول را از آقای خزعلی میپرسم. آقای خزعلی، بسیاری از کسانی که به انتخابات نظر مثبت داشتن الان تجدید نظر کردن، بعد از حوادث آبان، بعد از دور اخیر تنش‌ها بین ایران و آمریکا، بعد از موضوع هواپیمایی که ساقط شد و قضایایی از این دست. چطوره که شما خوشبینی خودتون رو حفظ کردید؟ با سلام خدمت شما و بینندگان. ببینید، در این آغازی که شما داشتید یک فکتی آوردید که رکورد رد صلاحیت شکسته شده است. این فکت و این حجتی که نشان انتخابات ناسالم هست رو از کجا آوردید؟ از ثبت نام عزیزانی که ثبت نام کردن. اگه همین ها ثبت نام نکرده بودن این حرف رو شما نمیتونستید بزنید. در این 40 سال که ما انتخابات نداشتیم، واقعیت این است که ما از سبد آقای جنتی که 9 شب میذاره بیرون داریم انتخاب میکنیم. اینو میدونیم، ما میدونیم که انتخابات سالم نیست، آزاد نیست، اما هر حجتی و هر دلیلی و هر فکتی بر بطلان اینها و عدم مشروعیت اینها و عدم انتخابات آزاد داریم، همش از شرکت در انتخابات. اگر موسوی در حصر رو داریم، اگر کروبی در حصر رو داریم، اگر هاشمی رو داریم که رد صلاحیت شده است، اگر همه اینها، تمام انتخابات، اگر خاتمی رو داریم که حداقل باعث شد که ما زنده بمانیم، این قطرهای زنجیره‌ای جلوش گرفته شد، اینها همه حاصل حضور در انتخابات بوده. من فکر میکنم متاسفانه جناح حاکم میخواد شرکت نکنند که با کف رأی در یک فضای سرد همون افرادی که خودش میخواد وارد مجلس کنه، یک مجلس جوجه سردار و به ریاست یک سردار، به هر حال به قول آقای روحانی جناب سرهنگ، با ریاست جناب سرهنگ میخواد مجلس تشکیل بده. واقعا خطرناکه. ما هر کاری که میتونیم باید بکنیم. من امروزها دارم میگم، میدونم که نهایتا ممکن است که اقبالی نشود و هفته آخر ما هم به تحریمی ها بپیوندیم، اما تلاشمون رو باید بکنیم برای اینکه من خطر مجلس سردارها و جناب سرهنگ ها رو جدی میدونم و اگر اونها بیان برای ما قانون هایی وضع میکنن. بسیار خب. آقای کلاشی، شما چی فکر میکنید؟ آقای کلاشی صدای من رو میشنوید؟ متاسفانه آقای کلاشی صدای من رو نمیشنوند. ولی خب آقای خزعلی، شما گفتید که انتخاب سبدی است که آقای جنتی ساعت دیر وقت شب بیرون میگذره.
حکومت آیا به همین دموکراسی از نظر بعضی از کارشناسان نمایشی نیاز نداره؟ آیا همین صفایی که تشکیل میشه، همین برگ‌هایی که به صندوق رأی ریخته میشه، چیزی نیست که حاکمیت به اون نیاز داره و اون رو تأمین میکنه؟ بله، البته ساعت 9 شب برای ایرانی‌ها ساعت آشنایی است که زباله‌ها رو باید بیرون بذارن و میدونند 9 شب چه اتفاقی میفته. اما این که ما بگوییم حکومت این رو مصادره به مطلوب میکنه، نه، اون دورانی که مصادره به مطلوب میکرد میگفت شرکت در انتخابات بیعت باباست، گذشت. ببینیم، ما اونقدر شرکت کردیم تا اینکه رهبری گفتن مخالفان هم بیان شرکت کنن. پس حضور در انتخابات بیعت نیست، اما عدم حضور یعنی کوچک زاده و رسایی‌ها بروند در مجلس. و در مجلس قبل مرگ بر موسوی میگفتن، کسی نطق نمیکشید. در این مجلس دهم که الان هست میگن حصر غیر قانونیه، از اون طرف کسی جرئت نمیکنه اعتراضی بکنه. پس ما پیشرفت کردیم، تلاش دموکراتیک و تلاش مبارزه مدنی یعنی همین. من میخوام بگم انتخابات یک فرصته برای اینکه همدیگر رو پیدا کنیم، همایش بذاریم، سخنرانی بذاریم، روشنگری کنیم. این یک فضاست، این فضا رو از دست ندیم. اینهایی که میگن نیان، انفعالی برخورد میکنن. حتی اگر بخوایم تحریم کنیم، تا روز آخر باید بیام یارگیری هامون رو بکنیم، آخر با یک سری حجت. این تعداد رد صلاحیت داریم که خب الان یک رکورد شکسته شد در رد صلاحیت و ناظر نداریم بر صندوق ها. و متاسفانه صدای شما رو نمیشنیم آقای خلجی، ببخشید آقای خزعلی. آقای کلاشی امیدوارم که وصل شده باشن. آقای کلاشی شما چی فکر میکنید؟ آقای خزعلی میگن که اگر در انتخابات شرکت نکنیم نتیجه مجلس سردارها خواهد بود. با درود، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به لحاظ معنایی و نظری استبداد، به لحاظ ساختاری هم طوری طراحی شده که رأی مردم توش دورانساز نیست و نمیتونه اثر خاصی داشته باشه. یه چرخه بسته ای هستش که بین دو جناح حاکمیت سعی میکنه که رقابت درون حاکمیتی ایجاد بکنه. بلکه اون چیزی که آقای خزعلی هم اشاره میفرمایین که گویی شرکت مردم خیلی حادثه درست کرده و چون مرگ بر موسوی نمیگن یا گفته میشه که حصر باید شکسته بشه، اتفاق خاصی افتاده. ببینید، در مورد همون حصر هم نتونستن کاری انجام بدن. اینکه در داخل مجلس چند تا نماینده به صورت نمایشی کارهایی رو انجام بدن، این دردی از مردم رو دوا نمیکنه. حتی نتونستن میرحسین موسوی رو که از اعتبار اون برای خودشون رأی جمع کرده بودن رو هم از حصر بیرون بکشن. در مورد مردم هم نه برای اقتصاد مردم طوری کاری تونستن انجام بدن، نه برای مسائل سیاسی کشور تونستن کاری انجام بدن، بلکه مشکلات بیشتر شده. مجموعی از نماینده های نمایشی بوده و تقریبا میشه گفتش که یک مجلس مبتذلی بوده که به هیچ درد مردم نرسیده و به هیچ درد مردم هم نخورده. از طرف دیگه هم یعنی آقای خزعلی باید اشاره بکنن که این دعوت از مردم برای مشارکت در انتخابات نتیجه چه بوده. نتیجه شو در حوزه سیاسی، سیاست داخلی و سیاست خارجی نشون بدن. بعد اتفاقا همین که میفرمایند 90 تا نماینده فعلی رد صلاحیت شدن، این نشون میده که نتیجه مشارکت قبلی مردم تو انتخابات هیچ اثر مثبتی نداشته، هیچی. بلکه نماینده هایی که هنوز توی مجلس هستن نتونستن از حقوق خودشون هم دفاع کنن. البته از این هم بگذاریم که بسیاری از این نماینده ها به خاطر مسائل مالی رد صلاحیت شدن بنا به ادعای شورای نگهبان. پس در حوزه اقتصادی نتونستن کاری انجام بدن، در حوزه سیاست داخلی و خارجی نتونستن انجام بدن. یک کاملا وضعیت ورشکسته ای رو به نمایش گذاشتن این نماینده های مجلس، مخصوصا طیف اصلاح طلب و طیف اصولگرا. از طرف دیگه آقای خزعلی و تیم اصلاح طلب ها سالها مردم رو ترسوندن از اینکه رقیب ما خیلی بدتر از ماست. نه، اینطور نیست. اصلاح طلب ها اتفاقا به نظر من نه تنها نمیتونن کاری انجام بدن، نتونستن کاری انجام بدن، به لحاظ کیفی هم به نظر من از رقیب خودشون بسیار عقب‌تر هستن. همون آقای رسایی و کوچک زادن بسیار موثرتر از کاندیداهای نمایشی اصلاح طلبان بودن. دست کم اونا در یه حوزه های کارهایی رو که بهش باور داشتن رو انجام میدادن، اما اصلاح طلبان بیشتر در حوزه نمایشی دارن عمل میکنن. مهمترین نمایندهشون آقای محمود صادقی بود که یک روز اعلام میکرد من حرف آقای خزعلی اینه که دو راه هست، یکیش تسلیم، تحریم نوعی تسلیمه، یکیش هم یک مقاومت نسبیه. شما بین تسلیم و مقاومت نسبی کدوم رو انتخاب میکنید؟
جمهوری اسلامی استبداده، اصلا به رأی مردم هم اعتماد و اعتقادی نداره. بلکه بحثش اینه که بیایید منو تایید بکنید و این شیوه و این چرخه بستگی استبدادی رو مهر تایید بذارید و بعضی از افراد هم مثل آقای خزعلی این وظیفه رو به خودشون قبولوندن و پذیرفتن که مردم رو دعوت بکنن پای صندوق‌های رأی با این توجیهات تا مردم بیان و نظام رو تایید بکنن. نه خیر، اینجوری نیست. اتفاقا در برابر پروپاگاندا و دعوت جمهوری اسلامی به این شیوه استبدادی که حاکم کرده، اصلی ترین مقاومت عدم شرکت در صندوق هستش، پای صندوق هست. یعنی ملت باید عدم شرکت رو انتخاب بکنه. آقای خزعلی، بله بفرمایید. شما پاسخی دارید؟ بله، ببینید، اگر ما واقعا بتونیم در یک تحریمی شرکت کنیم که دنیا ببینه و قابل اندازه‌گیری باشه، یعنی اینکه مثلا بگیم جناب حاکم 5-6% بیشتر واقعا پایگاه مردمی نداره، اینو نشون بتونیم بدیم، بله خیلی خوبه. ما سال 90 من خودم بیانیه دادم مردم از خونه ها بیرون نیان، شهر باید بوی مرده بده و تحریم کنیم. ولی وقتی تو سلول انفرادی بودم، بازجو اومد گفت خب آقای خاتمی تونم که رفت آبسرد رأی داد، موسوی خوینی ها هم رأی داد، فلانی هم رأی داد. یعنی وضعیت این است که آخرش این شد، علارغم اینکه هم بهترین تحریم سال 90 بود، قوی ترین تحریم که همه تحریم کردن سال 90 بود، باز به هر حال یه درصدی بود، اونا هم یه ضریب 2-3 دادن و کار انجام شد، فقط یک مجلس ضعیف شد. یا شورای دوم شهر رو ما واگذار کردیم، خروجی شد شهرداری احمدی نژاد و بعد ریاست جمهوری احمدی نژاد. واقع بین باشیم، بله در 176 تحریمی که در دوره معاصر اتفاق افتاده که یک پژوهش انجام شده، فقط 4 تا از این تحریم ها موفق بوده، تونستن حاکمیت رو تحت تأثیر قرار بدن، بقیهش اون تحریم کننده ها باختن. یعنی همون فضایی که میتونستن در مجلس 2 تا نطق پروانه سلحشوری و حیدری و امثال اینها رو داشته باشیم، اون رو از دست میدیم. من فکر میکنم که این انفعال، الانم وارد این انفعال شدیم، فقط به عنوان اتمام حجت میگم فردا اگر مجلسی بود که قوانینی گذرون که همین مختصر ظرفیت های دموکراسی هم از بین رفت، مردم ما فراموش نکنیم، مثل قبل از انتخابات روحانی گفتم میثاق‌نامه از آقای روحانی بگیریم. آقای روحانی در دور اول به ما خیانت کرده، دور دوم دیگه نیازی به رأی ما نداره، بدتر خواهد کرد. اصلاح طلب ها گفتن ایشون باید از اصلاحات خارج شه، مانعی نداره، بنده که معتقدم چپ و راست و این قبیله اصلاح طلب و قبیله اصولگرا با ملک و ملک بازی کردن و باید مردم خودشون باشن، نه به چپ و راست بگن. اما دارم میگم امروز اگر بتونیم حتی 10 نفر نماینده‌ای که فریاد بزنن در مجلس داشته باشیم، این رو نباید از دست بدیم و جبهه آزادی به عنوان خط سومی که نه به چپ و راست میگه، دنبال اون تعداد مختصر کرسی‌های فراکسیون جبهه آزادی است. آقای کلاشی، مشارکت در انتخابات گویا اون چیزی که مد نظر شما باشه رو تامین نمی‌کنه، ولی خب تحریم چقدر اون نظر رو برآورده میکنه؟ به این معنا که چه جایگزینی برای انتخابات پیشنهاد میکنید؟ ببینید، آقای الان خزعلی، قبل اینکه به این سوال پاسخ بدم، آقای خزعلی میفرمایید که مردم به چپ و راست نبگن ولی بیان تو انتخابات رأی بدن که آقای رسایی نره تو مجلس. یعنی منظورش اینه که بیاید به اصلاح طلبا رأی بدید. همین پارادوکسه. بعد مطرح میفرمایید که اگر رأی ندیم خانم سلحشوری تو مجلس سخنرانی نمیکنه. این سخنرانی ها فانتزی و نمایشی هستش. همون مجلسی هستش که توی یک رو برجام رو تایید کرد، یک قرارداد، یک معاهده یک طرفه کاملا تسلیم بدون سر و ته و بدون تعهدات مشخص برای طرف مقابل رو این مجلس تصویب کرده، یعنی از حقوق ملت ایران گذشته. مدام با رقیب حراسی نمیشه کاری انجام داد. من معتقدم که اتفاقا رقبایی رو که ایشون دارن اسم میبرن بهتر و کارکردیتر از کاربردیتر از نماینده های فعلی مجلس میتونن کار انجام بدن. همین دولت آقای حسن روحانی رو شما دعوت کردید که بیاید و رأی بدید و ما و مردم مثلا رأی دادن، ما رأی ندادیم، مردم رأی دادن، بخشی از مردم، قلیلی بخشی از مردم مثلا رأی دادن. اما همین دولت آقای روحانی شدیدترین بخش امنیتی رو داشته، یعنی شدیدترین سرکوب ها و شدیدترین خفقان رو به وجود آورده. شما ببینید به مسئله بنزین تو اعتراضات مردمی چجوری پاسخ داده، کدوم فضای آزاد بسته میشه. اما اینکه من میگم که مردم تو انتخابات شرکت نکنن بخشی از یک مقاومت ملی هستش، یعنی مردم باید مقاومت بکنن، مبارزه بکنن و تسلیم این استبداد نشن. این استبداد یک نمایشی رو به راه انداخته، بعضی وقتا اصولگرایان، بعضی وقتا اصلاح طلبان رو به ما تحمیل میکنه. مردم ایران، قامت تاریخی ملت ایران بسیار رساتر و بلندتر از این دوگانه چپ و راستی هستش که به ما تحمیل میکنن. مردم ایران شایستگی داشتن نماینده های ملی و بزرگی رو دارن.
به سوال من البته جواب ندادید. من دوباره این را از شما میپرسم که چه جایگزینی پیشنهاد میکنید. ولی آقای ارخز علی، آقای کلاشی و بسیاری از کسانی که با ایشون هم نظر هستن میگن که مثلا مشارکت در انتخابات موجب شد که آقای روحانی بیاد سر کار و سیاست های آقای روحانی در نهایت به کجا انجامید. کشور تا آستانه جنگ پیش رفت، ما حوادث آبان ما رو داشتیم، قبل از اون حوادث دی ماه دو سال پیش رو داشتیم و بعد هم فضای امروز رو. ببینید، اولا من نمیگم به اصلاح طلب ها رأی بدین، نه خیر، میگم به خط سومی رأی بدین که نه به هر دو اینها بگه و جوانهای تکنوکرات علمی وارد بشن، نه این قبیله چپ و راست. و اینکه ما با آقای روحانی اولا گفتیم میثاق‌نامه بگیرید، آقایون کوتاه اومدن، همین آقایون اصلاح طلب متاسفانه کوتاه اومدن. نهایتا اگرم گفتیم در هفته آخر بعد از اون سخنرانی های آقای روحانی که در واقع یک میثاق‌نامه فیلم ویدئویی کامل بود، اون موقع گفتیم مردم در جهنم یک عقرب جراره است که مردم از ترسش به مار قاشیه پناه میبرن، مردم به مار قاشیه رای دهید. میدونستیم چه میکنیم، اما نتیجه این انتخاب برجام بود. اتفاقا برجام اگر دلواپسان ازش ناراحتن، برجام برای این مملکت، برای مردم ما درسته که در ضعف بود، اما یک ضرورت بود. مردم سایه جنگ از سرشون برداشته شده بود. بله، دلواپسان و جناح حاکم با کارشکنی این برجام رو ناکام کردن، اما برجام یک راه حل بود و هنوز هم ما معتقدیم درست بوده و باید انجام میشده اگر میگذاشتن، اگر میگذاشتن روابط با غرب و آمریکا به خصوص اصلاح بشه، اگر سفارت رو در پی اون خالی میکردن، تحویل ملت آمریکا میدادن و خیلی اگرهای دیگر که جناح حاکم میخواهد یک دشمنی داشته باشد که ما رو سرکوب کند. اون نیاز به دشمن خارجی دارد و دشمن رو بهانه‌ای کرده برای سرکوب ما، وگرنه نه آمریکا مرغ تخم تلاشو که جناح حاکم باشه از دست خواهد داد و با همین ترس اینها داره سلاح به عرب های منطقه میفروشه. من فکر میکنم خودمون باید باشیم و این بار واقعا به نمایندگان مستقل خودمون رأی بدیم. خب آقای کلاشی، سوالی که من از شما داشتم، چه آلترناتیو، چه جایگزینی رو پیشنهاد میکنید؟ اکنون ما باید مبارزه که به این استبداد میکنیم مثل هر استبداد دیگه مبارزه میکنیم. اینکه آقای خسروی نتنیاهو پارتنرش من مبارزه با استبداد. آقای کلاشی ببخشید، صداتون قطع شد. اگر نکتهتون رو دوباره بیان بفرمایید، اگه پاسختون از اول یک بار دیگه بگید ممنون میشم، چون صدا خیلی مفهوم نبود. بله، الان بفرمایید. روش من و آلترناتیو من مبارزه است، یعنی این حکومت استبدادی بر علیه نظام آزادی و مشروطه بر سر کار اومده، نظام استبدادی است و پاسخ صریح و واضح من اینه که باید علیه استبداد مبارزه کرد و از این روش هایی رو که دوستان دارن تجویز میکنن به مار قاشیه رای بدید، از این راه ما نمیتونیم به سمت یک راه صحیح، از این مسیر نمیتونیم به یک راه صحیحی برگردیم. با رای دادن به مار قاشیه و این مثال ها و این تمثیل ها هیچ چیزی درست نمیشه. دوستمون میفرمایین، آقای خسروی میفرمایین که ما گفتیم بیاید هفته آخر با آقای روحانی رأی بدید، بعد ایشون عمل نکرد و غیره. پس شما یه معامله کردید، ورشکست شدید، شما ورشکسته به تقصیرید دیگه، نمیتونید بیاید توی سیاست دوباره مردم رو دعوت بکنید به اینکه بیان و رأی بدن. این هم که میفرمایید که برجام، عذر میخوام یک لحظه، این که میفرمایید که برجام ضرورت بود و خیلی خوب بود جناح مقابل نذاشت، این که پروپاگاندای اصلاح طلبان به انتهای خط رسیده. آقای ظریف و دولت حاکم، آقای روحانی قراردادی رو بستن بی سر و ته، ظریف، بدون اینکه طرف مقابل تعهد روشن بده و الان پروپاگاندای شما به انتها رسیده و مردم میبینن که چه کسانی سایه جنگ رو به کشور برگردوندن. ممنونم از حجت کلاشی، فعال سیاسی، و همینطور مهدی خزعلی، نویسنده و دبیرکل جبهه آزادی. اما آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، میگه که دو طرف درگیر در جنگ داخلی لیبی و حامیان بین المللی آنها توافق کردند که از دخالت در جنگ دست بردارند و تحریم تسلیحاتی سازمان ملل را رعایت کنند. تصاویری که میبینید هم تصاویر زنده است از برلین، از نشستی که در مورد لیبی تشکیل شده. برلین امروز میزبان نشستی بین المللی به منظور تلاش برای دست یافتن به آتش‌بسی پایدار در لیبی بود. وزیر خارجه آمریکا، نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهوری روسیه و ترکیه از شرکت کنندگان این نشست بودند. لیبی 9 ساله که درگیر جنگ داخلی است و در حال حاضر درگیری میان نیروهای دولت مورد حمایت سازمان ملل و نیروهای خلیفه حفتر جریان دارد. تصاویر زنده رو می‌بینید از یک نشست خبری که
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مشغول صحبت کردن در همین زمین است. باران عباسی گزارشی داره در همین زمینه. برلین، دفتر صدر اعظم آلمان. آنگلا مرکل میزبان طرف‌های درگیر در جنگ داخلی لیبی و حامیان بین‌المللیشان، جنگی که 9 سال است ادامه دارد از زمان سرنگونی معمر قذافی رئیس جمهوری سابق لیبی. اما با مرگ صدها و بر اساس بعضی از برآوردها هزاران نفر و آوارگی هزاران نفر دیگر، قدرت گرفتن اسلامگرایان تندرو و خطر کشیده شدن ناامنی به کشورهای مجاور و حتی منطقه، سیاستمداران حاضر در اینجا به فکر چاره افتادند. در میانشان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، که در این جنگ پشت دولت مستقر در ترابلس ایستاده، دولت مورد حمایت سازمان ملل متحد که حالا در موضع ضعف است. گروه های تروریستی مثل داعش و القاعده دوباره دارن در لیبی جای پاشون رو محکم می کنند. حمله ها به مرحله رسیده که دیگه نه فقط لیبی بلکه کشورهای همسایه و ثبات همه منطقه مدیترانه رو تهدید می کنه. متاسفانه جامعه جهانی تا امروز واکنش لازم رو به رفتارهای خطرناک هفتر نشون نداده. اشاره رئیس جمهوری ترکیه به خلیفه هفتر است، ژنرال قدرتمندی که حالا بیشتر مساحت لیبی را تحت کنترل دارد و نیروهای تحت فرمانش که خود را ارتش ملی لیبی می‌نامند، با دولت فائز سراج، دولت مستقر در ترابلس که مورد حمایت سازمان ملل است، می‌جنگند. خلیفه هفتر هنوز نتوانسته پایتخت را تصرف کند، اما چند هفته پیش کنترل سرت، سومین شهر بزرگ لیبی را به دست گرفت. نیروهای او همچنین دیروز بندرهای اصلی لیبی را بستند تا مانع صادرات نفت شده و دست دولت را از منبع درآمد اصلیش کوتاه کنند. اما خلیفه هفتر در این جنگ تنها نیست. روسیه، عربستان، مصر، امارات و اردن از او حمایت می کنند، حمایتی که نخست وزیر بریتانیا خواستار توقف آن شده. لیبی صحنه یک جنگ نیابتی بین نیروهای خارجی، از یک طرف روسیه و مصر و بقیه و از طرف دیگر ترکیه و بقیه کشورها. اتحادیه اروپا در این مورد دچار اختلافه. درگیری‌های نیابتی فقط در صورتی حل میشن که بازیگران خارجی تصمیم به تموم شدنشون بگیرن. برای همینه که ما اینجاییم. موضع بریتانیا اینه که این درگیری‌ها بیش از حد طولانی شده و وقتیشه که لیبی رو از طریق یک روند صلح به رهبری سازمان ملل یک پارچه کنیم. امروز پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، برای برقراری آرامش در لیبی دعا کرد. تلاش‌های پیشین برای رسیدن به این هدف بارها به شکست انجامیده و توافق‌های آتش‌بس یک به یک نقض شده. حالا با آمدن وزیر خارجه آمریکا و دیگر بازیگران مهم این جنگ به برلین، فشاری تازه از سوی جامعه جهانی برای یافتن راه حلی سیاسی در کشوری وسیع با ساختار قبیله‌ای که در سال‌های اخیر مسلح هم شده. مقابل ساختمان کنفرانس، هواداران دو سوی این درگیری، خیلی‌هایشان شهروندان لیبی که مجبور به فرار از وطن شدند، مردمی که سال‌هاست در پی دخالت نظامی ناتو و فروپاشی دولت قذافی روی آرامش ندیدند. باران عباسی، بی بی سی. اما همکارم ژیار گل نگاهی کرده به تحولات اخیر در لیبی و بازیگران داخلی و بین المللی آن. در حال حاضر درگیری های خونینی در لیبی در جریانه و اخیرا وضعیت بحرانی تر شده. کشورهای بیشتری وارد معرکه شدند. ترکیه، مصر، روسیه، فرانسه، امارات متحده عربی و آمریکا همگی در لیبی درگیرند. وضعیت پیچیده است، نه واقعا هست. تلاش میکنم با جزئیات شرایط لیبی رو براتون توضیح بدم. خبر جالب اینه که نیروهای سوریه‌ای هم به لیبی رفتن. بله، درست شنیدی، سوریه. بر اساس منابع بی بی سی در ترابلس، شبه نظامیان سوریه مورد حمایت ترکیه به لیبی اعزام شدند. ترکیه میگه اعزام نیرو برای حمایت از دولت مورد تایید سازمان ملل متحد در غرب لیبی به رهبری فیاض سراج بوده.
از طرف دیگه پیمانکاران نظامی روسیه از طرف مقابل حمایت میکنن، یعنی دولت شورشیان در شرق به رهبری ژنرال هفتر. همچون داستان سوریه، منافع ترکیه و روسیه در اینجا در تضادن. این دو قدرت مطرح منطقه که در لیبی درگیرن به دنبال گسترش نفوذ خود و داشتن نقشی تعیین کننده در آینده این کشورن. کشورهای زیادی در لیبی درگیرن که هر یک به دنبال منافع خودشون هستن. امارات متحده عربی، مصر، اردن از ژنرال هفتر حمایت میکنن، به شبه نظامیان تحت امر او کمک‌های تسلیحاتی و لوجستیکی میکنن. قطر از طرف دیگه حمایت میکنه، به همراه ترکیه پشت دولت مورد حمایت سازمان ملل متحد ایستادن، یعنی سراج. رقابت بین این کشورها در درگیری‌های دیگه منطقه دیده میشه. برای مصر، لیبی همسایه شرقیه، برای اونا مسئله امنیت ملیه. اونا نگران کشیده شدن جنگ بین گروه‌های شبه نظامی لیبی به مصرند. تا حالا وضعیت پیچیده به نظر میرسه، نه؟ هنوز داستان تموم نشده. فرانسه رابطه قدیمی با لیبی داشته، این کشور هم از ژنرال هفتر در شرق حمایت میکنه. ایتالیا که زمان لیبی از کشورهای مستعمرش بود، حالا با فرانسه در تضاده، از دولت فیاض سراج حمایت میکنه. آمریکایی ها هم از این تنش ها به دور نیستن. این کشور از هوا با باقی مانده شبه نظامیان داعش که در میان جنگ های داخلی لیبی سر برآوردن می جنگه. اما چرا این کشورها در لیبی درگیر شدن؟ اصلا چرا مسئله لیبی باید برای جهانیان مهم باشه؟ دلایل زیادی وجود داره. لیبی بزرگترین منابع نفتی آفریقا رو داره و یکی از بازیگران اصلی در بازار گاز طبیعیه. با داشتن نزدیک به 2000 کیلومتر سواحل در دریای مدیترانه، این کشور یکی از دروازه‌های اصلی ورود مهاجران از آفریقا به اروپا است. ظهور داعش و سایر گروه‌های شبه نظامی تندرو به کابوسی برای کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه مبدل شده. با تمام کشورهایی که از اونا نام بردیم که در لیبی درگیرن و کشورهایی که به اونا اشاره نشد، بحران لیبی پیچیدگی خاص خود رو داره. بعید به نظر میرسه مشکل این کشور به این زودی ها حل بشه. دو مهمان داریم، مهمت کوچ پژوهشگر مرکز مطالعات ایرانی آنکارا از شهر آنکارا با ما و پیمان عارف تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بروکسل بلژیک. آقای کوچ، ترکیه در لیبی چی میخواد؟ خدمت شما بینندگان محترم، خدمت شما عرض کنم ترکیه با لیبی علاوه بر اینکه دارای روابط تاریخی هستش، دارای روابط تجاری گسترده هم بود تا زمان آقای قذافی، و شرکت‌های ترکیه‌ای بیش از 500 تا پروژه اجرا کردند و قریب به 30 میلیارد دلار کار انجام دادن. بعد از 2011 هم خدمت شما عرض کنم قراردادهایی به مبلغ مجموعاً 19 میلیارد دلار بسته شد و به اندازه 5 میلیارد دلار هم کار انجام شد، در حد 300 میلیون دلار پرداخت دریافتی صورت گرفت و بیش از 4 میلیارد دلارش هم هنوز تصفیه حساب نشده به دلیل این بحرانی که برای لیبی پیش اومد. این روابط تجاری و سیاسی دو جانبه بین دو کشور، حالا در عرصه منطقه هم یک رقابت ژئوپلیتیکی پیش اومده، به خصوص در شرق مدیترانه، و این باعث شده که بازی پیچیده در بیشه و نقش لیبی و اهمیت لیبی افزایش پیدا کنه. بنابراین علاوه بر اون روابط دو جانبه، ترکیه در تلاش هست که این در واقع تلاشی که از سوی بلوک ضد ترکیه در منطقه صورت گرفته و دست به اقداماتی در منطقه شرق مدیترانه زدند و منافع ترکیه را به خطر انداختند، ترکیه تلاش کرده که با برقراری یک سری قراردادها، با انعقاد یک سری قراردادها با لیبی، با دولت فعلی و مشروع لیبی، از این اقدامات خونسا کنه، جلوگیری کنه، و به همین خاطر منافعش در واقع هم در سطح منطقه هم در به صورت دو جانبه به هم گره خورده است. آقای عارف، شما چی فکر میکنید در مورد نقش ترکیه در لیبی؟ بله، فی الواقع ترکیه در لیبی به نظر من دنبال دو سنخ از اهداف هست.
یک سنخ اهداف و یک بخشی از این اهداف اهداف ایدئولوژیک هست که در واقع دولت اسلامگرا و اخوانی ترکیه، دولتی که از سنت اخوانی در ترکیه نشأت میگیره، به دنبال این هست که بعد از دست دادن پایگاه، مهمترین پایگاه خودش در مصر با کودتای بر علیه محمد مرسی، دولت اخوانی فائز سراج رو بتونه که حفظ بکنه به عنوان یک پایگاه ایدئولوژیک. بخش دیگر و مهمتر داستان به نظر من گمان میکنم که بلوکه کردن میادین نفت و گاز و میادین انرژی شرق مدیترانه هست که آقای کوشم بهش اشاره کردن. بالغ بر 150 تریلیون دلار برآورد میشه که منابع نفت و گاز شرق مدیترانه هست ما بین قبرس، مصر و اسرائیل، و ترکیه در واقع احساس میکنه که با توجه به از دست دادن متصرفات آسیایی و آفریقایی خودش در ابتدای قرن بیستم، فلواقع بازار انرژی و منابع انرژی رو در قرن بیستم از دست داده و حال در قرن 21 می تواند که مجدداً به بازی انرژی برگرده اگر بتونه که منابع مدیترانه شرقی رو تحت کنترل خودش در بیاره از سوی، و از سوی دیگر منابع و امکانهای انتقال رو، مشخصاً خطوط لوله رو در اختیار بگیره. با توجه به تحریم امریکا در مورد خط لوله نورد استریم روسیه به اروپا، الان مهمترین محل عبور انرژی به سمت اروپا خط لوله تاناب رو تونستن که از ترکیه منتقل بکنن. آذربایجان، گرجستان، ترکیه خط لوله در واقع جریان انرژی ترک رو 8 ژانویه با حضور پوتین در استانبول افتتاح شد که باز از روسیه میاد و به اروپا میرسه. ولی مهمترین رقیب این خط لوله ها خط لوله هست که در 2 ژانویه قرارداد اون در آتن بین نتانیاهو، نخست وزیر یونان آقای میتسوتاکیس و آقای رئیس جمهور قبرس آقای آناستاسیادیس بسته شد. این خط لوله اگر از اسرائیل به بندر لیماسول قبرس و از اونجا به یونان و نهایتاً به ایتالیا برسه، در واقع تا حدود بسیار زیادی اون انحصار انتقال انرژی توسط ترکیه به اروپا از بین میره، و این چیزیست که با مستعمره سازی لیبی توسط اسلامگرایان، دولت اردوغان به دنبال این هست که با توجه به انعقاد قرارداد منطقه انحصاری اقتصادی در مدیترانه با دولت لیبی، این خط لوله رو بلوکه بکنه. آقای کوچ، شما با عبارت مستعمره سازی لیبی توسط اسلامگراها موافقید؟ من خدمت شما عرض کنم با اغلب نظرات آقای خدمت شما عرض کنم مهمان گرامی موافق نیستم، زیرا یک اشاره به بعد ایدئولوژیکی داشتن و قطعا این درست نیست، زیرا نیروهای حاکم در طرابلس اصلا نیروهای اخوانی نیستند، اینا آدمای سکولاری هستند و مورد تأیید و مورد پذیرش جامعه بین الملل هستند. آقای اردوغان هم آدم ایدئولوژیک نیستش. همین آقای اردوغان وقتی سفری به مصر داشتن به آقای مرسی و به سایر بازیگران اخوانی در مصر توصیه کردن که اصلا اصل لایسیزم رو باید بپذیرن، رعایت یک نظام لایک رو، پذیرفتن مشروعیتش، مقبولیتش از سوی آنها را توصیه و پیشنهاد کرد که با واکنش یه سری از تندروهای درون اخوان روبرو شد در واقع. پس اینجا بعد ایدئولوژیک مطرح نیست، یعنی برای آقای اردوغان یا حزب عدالت به هیچ عنوان مسئله ایدئولوژیک نیست. مسئله اینجاست که این قدرت، این دولت اونجا مشروعه، ترکیه روابط دوجانبه با لیبی داره و این روابط دیرینه هست و میخواد اون منافعش اونجا تضمین بشه، حفظ بشه، چون خدمتش مرز کردم از دهه 70 به این ور در واقع اکثر خدمت شما عرض کنم پروژه ها را ترکیه انجام داده. اینجا اصلا بعد منافع اقتصادی و سیاسی مطرحه و اصلا بعد ایدئولوژیک مطرح نیست. ثانیه، بحث خط لوله از زیر دریای مدیترانه به اتحادیه به اروپا، در واقع متخصصین با توجه به برآورده هایی که داشتند اصلا اون میزان ذخایر گازی که در آنجا تا کنون حداقل کشف شده اند، ارزش هزینه و سرمایه گذاری
آنچنان سنگینی را نمیخواد چون نمیصرفه. بنابراین باز بهترین راه این است که از طریق ترکیه به صورت زمینی با کمترین هزینه صورت بگیره. این بازی که اینجا شکل گرفته آقای موسوی در واقع یک بازی که امارات نقش اساسی درش ایفا میکنه، عربستان نقش داره در این، مصر و اتفاقا بلوک اینوری داره ایدئولوژیک برخورد میکنه و میدونن که اینجا منافع اقتصادی آنچنانی وجود نداره. تلاششون بر این است که نفوذ و تأثیر خطبه شما عرض کنم منطقه‌ای ترکیه را مهار کنن. چرا؟ چون این نظام ها یا مونارشی هستن یا مثل مصر با کودتا سر کار اومدن دیکتاتوری هستن. در قبال این در ترکیه یک نظام سکولار و لایق وجود داره و یک حزب محافظه‌کار از طریق انتخابات و از طریق دموکراسی سر و کار اومده و این یک مدل تشکیل داده، یک مدل ارائه داده و آنها از این ناحیه به شدت نگران هستند که ترکیه به عنوان یک الگو تاثیرگذار باشه بر کشورهاشون. تمام نگرانی هایشون همینه و تمام تلاششون هم برای مهار این تأثیر هستش. آقای عارف، شما نوعی اشاره کردید به توسعه طلبی عثمانی، در حقیقت یک نوع توسعه طلبی ایدئولوژیک. چه شواهدی وجود داره؟ خود شما هم دلایل اقتصادی زیادی رو مطرح کردید، ولی در مورد دلایل ایدئولوژیک چه استنادی میشه کرد؟ بله، ببینید، لیبی در واقع آخرین بخش از متصرفات افریقایی دولت عثمانی بود که در مقطع ابتدای قرن بیستم از دست داد. فلواقع بازگشت به لیبی، من تعجب میکنم برخلاف اون چیزی که آقای کوچ میگن، خود آقای اردوغان کاملا ایدئولوژیک میفهمه این داستان رو. آقای اردوغان ریفرنس میده به جنگ ترابلس و ریفرنس میده به اینکه آتاتورک رفته در اونجا در مقطع پیش از جنگ اول جنگیده و کاملا در چارچوب عثمانی میفهمه این داستان رو. شما اگر دقت بکنید، در حال حاضر دولت ترکیه در 12 کشور حضور مستقیم نظامی و یا حضور در قالب ناتو داره که این 12 کشور در واقع در شرق از افغانستان شروع میشه و تا آفریقا پیش میره، تا سومالی پیش میره در جنوب، تا آلبانی پیش میاد در و بوسنی پیش میاد در دل اروپا. این یک نظامیگری امپراتوری گرا هست که در حال حاضر میخواد وارد لیبی بشه. اگر من سوالم از آقای کوچ این است، ایشون که محل توجه و تمرکزشون بر به رسمیت شناخته شده بودن دولت فائز سراج هست، آیا اگر این دولت قرارداد منطقه انحصاری اقتصادی مدیترانه با ترکیه رو امضا نمی کرد، قرارداد همکاری امنیتی نظامی با ترکیه رو امضا نمی کرد و از ارتش ترکیه دعوت نمی کرد که در خاک لیبی مستقر بشه، هم ترکیه در واقع تمرکز و دقتش روی قانونی بودن و به رسمیت شناخته شدنش از جانب سازمان ملل بود؟ من گمان می کنم خیر. در مورد اسلامگرایان نبودن، همین نکته رو آقای کوچ جواب بده. نوع اسلامگرایانی که دارن به لیبی میفرستن مشخص میکنه این داستان. بسیار خب، آقای کوچ جوابتون رو بفرمایید. ببینید، ترکیه قطعا میپذیرفت، به زور که نمیتونست بره بر لیبی، دولت لیبی به خصوص دولتی که هم مورد تایید جامعه بین الملل هست، بره اونجا تحمیلی انجام بده، سلطه خودش رو بر آن تحمیل کنه و آن رو وادار به پذیرش یک قراردادی به خصوص امنیتی و نظامی را بکنه. بنابراین اصلا امکان پذیر نیست که چون این کاری را انجام بده و مجبور بود ترکیه نظر دولت لیبی را بپذیره و آن را مورد احترام قرار بده. اصلا چون این چیزی نیست. من فکر میکنم که ببینید، اشاره کردم به بعد ایدئولوژیک و مثال آقای آتاتورک رو زدن. اتفاقا ما الان در داخل ترکیه هم از سوی بعضی نیروهای سیاسی احزاب این مسئله مورد انتقاد قرار گرفته و آقای اردوغان هم اشاره کرده به، اتفاقا در پاسخ به آقای کلیچدارولو که خودش رئیس حزب جبهه هست، یعنی مؤسس این حزب آتاتورک بوده، بهش گفته که حضور آتاتورک در لیبی به چه دلیلی بوده. حضور ما الان هم در آنجا همین است، منافع ملی ما اقتضا میکنه که آنجا حضور داشته باشیم. همین.
آقای عارف، خیلی کوتاه، وقتمون متاسفانه خیلی کمه. مسئله اینه که اگر توسعه طلبی ایدئولوژیک هست، آیا این ممکنه که در سطح بین المللی تحمل بشه، به خاطر اینکه خیلی وقتا هست که حساسیت برانگیزه؟ بله، قطعا توسعه طلبی ایدئولوژیک هست، برخلاف اون چیزی که مهمان محترم میگن که ترکیه به توجه داره به دولت قانونی. ترکیه دولتی است که بخش قابل توجهی از خاک سوریه رو تحت اشغال قرار داده بدون اینکه کوچکترین اجازه ای از دولت سوریه داشته باشه. از طرف دیگه در معادلاتی که در شرق میترن شکل گرفته، من با شما موافقم، قطعا موازنه قوایی وجود داره که ترکیه میخواد این موازنه قوا رو به هم بزنه و نیروی مقابل قطعا مقاومت خواهد کرد. قرارداد یونان، قبرس، اسرائیل برای خط لوله قراردادی هست که مورد حمایت فرانسه هم هست، توتال در اونجا حضور داره. ایتالیا اگر حمایت نمیکنه، دلیلش این است که اینی خارج شده. به هر حال این موازنه قوا رو به هم زدن به راحتی اتفاق نخواهد افتاد، هرچند که ترکیه خشم. سپاسگزارم از پیمان عارف، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بروکسل با ما، و همینطور مهمت کوچ، پژوهشگر مرکز مطالعات ایرانی از آنکارا. مرکز بیروت پایتخت لبنان از ساعت پیش صحنه درگیری نیروهای امنیتی با معترضان بوده. در ادامه درگیری هایی که از دیشب شروع شده، صدها نفر از معترضان به خیابان های بیروت اومدن که در تصاویر زنده هم میبینید. به گفته خبرگزاری ها حدود 400 نفر در درگیری های دیشب مجروح شدند. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان از سیاستمداران خواسته دولت جدید را هر چه سریعتر تشکیل بدن تا به مطالبات معترضان رسیدگی بشه. همونطور که میبینید جمعیت زیادی در مرکز شهر بیروت جمع شدن. پلیس با ماشین‌های آپاش و ساعتی قبل با گاز اشکاور و شب گذشته با گلوله‌های پلاستیکی سعی می‌کرد که معترضان رو متفرق بکنه، ولی خب این اتفاق نیفتاده. مدتی است که بیروت شاهد چنین صحنه‌هایی است. در هفته‌های اخیر کمی کمتر شده بود، ولی الان دوباره همونطور که می‌بینید سطح خشونت‌ها خیلی بالا گرفته. 400 نفر در درگیری‌های دیشب همونطور که اشاره شد مجروح شدن، که یکی از خشونت بارترین شب‌های بیروت بعد از اعتراض‌های اخیر گزارش شده. در هر صورت این معترضان به ناکارآمدی دولت معترض هستند، به بیکاری، به مشکلات اقتصادی، به وضعیتی که سالهاست بیروت با اون دست به گریبان هست. در واکنش به آنچه که رخ داده، سیاستمداران سعی کردند که با معترضان کم و بیش همراهی بکنن، ولی جواب نداده. از جمله خب سعد حریری نخست وزیر لبنان استعفا داد، الان به عنوان سرپرست بخشهایی از حکومت رو داره اداره میکنه. تلاش های صورت گرفت بلکه یک دولت جدید تشکیل بشه که به جایی نرسید. در هر صورت این حال و روز و این فضای همین لحظه بیروت هست، پایتخت لبنان، که در تصاویر زنده هم میبینیم. مهدی بیگی گزارشی داره از تحولات لبنان و مشخصا بیروت. طوفان بعد از آرامش، بعد از وقفه کوتاه در پی اعتراض‌های مسالمت‌آمیزی که از 3 ماه پیش شروع شد. امروز از ساعتی پیش درگیری‌ها در اطراف ساختمان مجلس شروع شد. در ادامه درگیری‌های شدید دیشب، شلیک گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی از سوی پلیس و پاسخ معترضان با سنگ و مواد آتش‌بازی. دیشب قبل از درگیری‌ها معترضان به سوی مرکز شهر راه پیمایی می کردند. اما با نزدیک شدن به پارلمان، شماری از آنها شروع به پرتاب سنگ به سوی مامورانی کردند که مسیر پارلمان را سد کرده بودند. در اوج درگیری ها، چادرهای معترضان در یکی از میدان ها به آتش کشیده شد. اقتصاد لبنان رو به سقوط است. مردم جیبشان خالی است.
با ادامه این بحران ارزش پول لبنان تقریبا نصف شده. معترضان خسته شدند. الان بیش از 3 ماهه که پاسخی از دولت نگرفتند. اینکه آیا تغییرات صورت میگیره، انتخابات برگزار میشه و دولت جدید سر کار میاد یا نه؟ تا حالا هر چیزی که خواستن برآورده نشده. در این حال فشارهای بیشتری بر مردم وارد میشه. قطعی برق بیشتر شده. بانک ها پول مردم رو بهشون نمیدن و کنترل سرمایه انجام میشه. اینجا معترضان خشمشان را به سیستم بانکی و محدودیت برداشت پول از حسابهایشان به ساختمان انجمنهای بانکی نشان میدهند. کشور نخست وزیر ندارد. سعد حریری 3 ماه پیش استعفا داد. فعلا سرپرست موقت است. سیاستمداران بر سر تشکیل دولت تازه به توافق نرسیدند. ساختار سیاسی و مذهبی لبنان پیچیده است و این تشکیل دولت را سخت کرده. معترضان خواهان دور ریختن نظام کهنه متکی بر تقسیم بندی های مذهبی و روی کار آمدن تکنوکرات های بی طرف هستند. از سوی دیگر واکنش شدید پلیس و بازداشت معترضان در روزهای اخیر باعث نگرانی گروه های حقوق بشر و فعالانی شده که می ترسند دولت قصد سرکوب معترضان را داشته باشد. صحنه هایی که این روزها در بیروت دیده می شود یادآور 15 سال جنگ داخلی این کشور است. جنگی که حاصل آن سیستم سیاسی لبنان مدرن بود. روشی که حالا به نظر این معترضان دیگر کارایی ندارد و باید تغییر کند. مهدی بیگی، بی بی سی. مسئله سلامت سربازان آمریکایی که در زمان حمله موشکی ایران در پایگاه عین الاسد بودند بحث برانگیز شده. بعضی بیانیه دیروز ارتش آمریکا درباره 11 سربازی که به دلیل علائم موج‌زدگی در اثر انفجار به بیمارستان‌های خارج از عراق منتقل شدند را دیر هنگام خواندند. خبرنگار ما نفیسه کوهنورد در پایگاه عین الاسد به دیدار تیم پزشکی رفته که نیروهای آمریکایی را بعد از اصابت موشک‌ها معاینه کردند. آواربرداری از سمت آمریکایی پایگاه عین الاسد. آثار به جا مانده از موشک‌های ایران در حال پاک شدنند. موشک‌هایی که در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس در اینجا فرود آمدند. با گذشت بیش از 10 روز از حمله موشکی ایران به این پایگاه، هنوز حال و روز سربازای آمریکایی بحث برانگیزه، به خصوص اینکه آقای ترامپ اول گفته بود هیچ سرباز آمریکایی در این حمله آسیب ندیده. اما ارتش آمریکا در بیانیه گفته که 11 تا از سربازان رو به خاطر آسیب ملایم مغزی به بیمارستان‌های خارج از عراق فرستادن. این هم این سوال رو ایجاد کرد که آیا آمریکایی‌ها می‌خواستن پنهانکاری کنن؟ به کلینیک پایگاه آمده ایم تا با سرپرست تیم پزشکی که بعد از حمله سربازان را معاینه کرده اند صحبت کنیم. آن شب همه را چک کردیم. نه کسی زخمی شده بود، نه شکستگی داشت، نه جراحتی در اثر ترکش. علائم همه مثل هم بود و بلافاصله برگشتن سر کار. اما بعد از 2 روز چند تاشون به کلینیک اومدن و در واقع فرمانده هم خواستن که همه مجدد بررسی بشن. به خاطر اینکه در معرض موج انفجار قرار گرفته بودند، در بعضی هاشون هم نشانه های آسیب موج گرفتگی دیده میشد. تصمیم بر این شد که برای مراقبت بیشتر تعدادشون رو به بیمارستان های بیرون از اینجا بفرستیم. نه به خاطر اینکه حالشون وخیم بود، بلکه به دلیل اینجا امکانات کافی نبود. البته میتونم بگم همه به زودی سر کار برمیگردن، اما فعلا فکر کردیم بهتر تحت نظر باشن. Necessary to fully diagnose the breadth of their injury, so they sent them to areas to where they could get that imaging. چرا همون موقع و قبل از اینکه آقای ترامپ بیاد بگه کسی آسیب ندیده این موضوع گزارش نشد؟ سوال خوبیه، اما به طور معمول نشانه های موج گرفتگی نیاز به 24 ساعت وقفه و صبر داره. بعد از این وقفه دوباره ما بیمار رو بررسی میکنیم و زمانی رو در نظر میگیریم برای تشخیص کامل موج زدگی. چون بعضی مشکلات دیگر مثل استرس در اثر مواجهه با وضعیت اضطراب آلود هم ممکنه نشانه های مشابه داشته باشه.
آیا میتونه باعث مرگ بشه؟ نه، خیلی به ندرت. وقتی که واقعا شرایط وخیم باشه. اما سطح آسیبی که اونا دیدن نگران کننده نبود. وقتی ما نگران مرگ میشیم چه شرایط واقعا هشدار دهنده باشه. اون وقت همون شب قطعا منتقلشون میکردیم. This is the place from the coalition forces, not American base here. این پایگاه نیروهای ائتلاف، نه پایگاه نیروهای آمریکایی. و اینجا لشکری وجود نداره و سلاح سنگینی هم نیست. ما می‌خوایم همه ببینن که ما فقط با ائتلاف همکاری می‌کنیم و نیروی جنگنده یک کشور دیگری اینجا برای مقاصد دیگه نیست. مسئله اینه که بحران بزرگی بین ایران و آمریکا وجود داره و اونها عراق رو وسط قرار دادن. این بحران ما نیست، بحران ایران و آمریکاست و ما اومدیم نشون بدیم که در عراق چی می‌گذره. هنوز نه آمریکایی‌ها و نه عراقی‌ها حاضر شدند درباره منبع رازآلود هشدار زودهنگامی که به دست آمریکایی‌ها رسید صحبت کنند. هشداری که به گفته فرماندهان پایگاه جان بسیاری از سربازان را از مرگ حتمی نجات داد. با آنکه این پایگاه در اصل عراقی است و میزبان نیروهای ائتلاف، هیئت نیروهای مسلح عراق و رسانه‌های عراقی همراهشان آخرین کسانی هستند که بعد از موشکباران به این پایگاه آمدند. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، عین الاسد. پیکرهای 11 شهروند اوکراین که در حادثه سرنگونی هواپیما در ایران جان باختند، طی مراسمی رسمی وارد کیف شدند. در این مراسم رئیس جمهوری اوکراین و خانواده های قربانیان حضور داشتند. افکار عمومی اوکراین خواستار روشن شدن جزئیات این حادثه هستند و دولت این کشور هم قول داده تا مشخص شدن دلایل اصلی حادثه آن را پیگیری کند. کاوه مشکات نگاهی کرده به مراسم بازگشت پیکر قربانیان اوکراینی این حادثه در کیف. پروازشان بعد از 11 روز به فرودگاه کیف رسید. پیکر 11 نفر اوکراینی که در پرواز شماره 752 تهران کیف کشته شدند. پروازی که هرگز به مقصد نرسید و با شلیک موشک‌های پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد. سپاه گفته به اشتباه و روی خطای انسانی این هواپیما را هدف قرار داده. 176 نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند. شهروندانی از کشورهای ایران، کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان و بریتانیا. سکوت و غم در چهره‌ها موج می‌زند. هزاران نفر از جمله ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین و خانواده قربانیان برای بدرقه کشته شدگان آمدند. تابوت‌هایی پوشیده شده با پرچم اوکراین. اوکراین مانند ایران همچنان در شوک این حادثه است. اشک‌ها بند نمی‌آید. آخرین خداحافظی با همکارانی که 11 روز پیش در میان آنها بودند. برای مردم اوکراین این فاجعه زخمی است که سالهای سال جای آن بر پیکر جامعه باقی خواهد ماند. 9 نفر از قربانیان اوکراینی خدمه پرواز بودند. مردان و زنان جوانی که هیچگاه فکر نمی کردند پرواز تهران به کیف آخرین سفر زندگی آنها باشد. اوکراین و دیگر کشورها منتظر محاکمه عاملان این فاجعه و پرداخت غرامت به بازماندگان آن هستند. معلوم نیست جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ 737 بالاخره برای بررسی سر از کجا در خواهد آورد. ولی افکار عمومی اوکراین سوالهای زیادی دارند. سوالهایی که شباهت‌های بسیاری با سوالات ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی دارد. آنها می‌پرسند چرا به هواپیما اجازه پرواز داده شد؟ و چطور پدافند هوایی ایران نتوانست فرق هواپیمای مسافربری با موشک کروز را تشخیص دهد. کاوه مشکات، بی بی سی. ممنونم از اینکه این برنامه 60 دقیقه را تا آخر تماشا کردید.